میگوید عشق را اگر ببازی و اگر دور از جوانمردی به فتح آن برسی، به خون تمام میشود. خانه خون فقط در رگ نیست، خون در تصمیم میریزد، آرام که گرفت زندگی را با خود میبرد. علت نمردن جنون را کلمات نمیدانند، خون ریخته از عقل میداند، حروف را جایی نیست. این رمان آخرمه من که دارم غلطگیریشو میکنم، یه خود وقت پیدا میکنم تو تایپش اونا رو درست میکنم که بره برای چاپ. پدر و مادرم در فاصله یک سال فوت شدن، حدود 5 سال پیش، 10 سال پیش، معذرت میخوام. و من یک برادر دارم، یعنی داشتم که خیلی دوستش داشتم، اصلا اون منو با سینما آشنا کرد که فوت شد. و خواهر بزرگم هست و خواهر کوچکترم که در شمال زندگی میکنه، اون هم از شهر دور شده بود، یه جایی رو داره به کنار جنگل داره زندگی میکنه با شوهرش. دخترم گیلدا در آلمانه که سال هاست که اونجا شوهر داره و بچه داره. و دو تا نوه خوب دارم من در آلمان. و پولاد هست که اونم اونجا بود که ولی برگشت دیگه، خیلی اینجاییه پولاد. و تمام هستیم دیگه. گفتم بهتون ما برجهت، چون نه بازنشستگی داریم، نه نمیدونم بیمه داریم، نه اینها، باید کار کنیم دیگه. و من دوست دارم کارو، یعنی باید کار کنم، اصلا باید از خونه بیام بیرون، مثل همون قدیمی ها دیگه، در خونه بیاد بیرون، مرد باید بیاد بیرون. من یه راه دارم دیگه، خونه اینجا، اینجا خونه، چه جای دیگه ای ندارم. گاه که داریم حالا خالی برم تئاتری ببینم یا بله، بعد خیلی به اصطلاح حالم خوب باشه میرم تئاتر، چون 2 ساعت 3 ساعت بعد بشینم. بله این است که خودت تحملش سخته، ولی وقتی تئاتر خیلی خوب شدن، خیلی خوب شدن، وقتی کار خوبه آدم میشینه خودش رو میبینه میشن. و خسرو شکیبایی عزیزمه، آقای غریبیانه بود، من اون عکس خیلی دوست دارم، اونو تقریبا 3-4 تا توشون فوت شدن. آقای احسانیه اون که ایستاده سمت چپ، اون پایینشون که نشستن آقای مصطفی عالمیانه که ایشون هم فوت شدن، کنارشون آقای شباویزه که ایشون هم فوت شدن، بالای آقای شباویز من هستم، آقای ملک مطیعی هست، داریوش مرجویی هست، منفردزاده هست، آقای همایون هست. بله نعمت حقیقیه عزیزم، دوره بسیار بسیار خوبی من با آقای حقیقی داشتم، یعنی دوره رفاقتمون ارجحتر است، یعنی اگر سینمای ما رو ارجح کرد به دلیل اون رفاقت بود. من علاوه بر رفاقت، چون یه 2 سال ازش کوچیک بودم، همیشه احترام بزرگتری رو من داشتم برش. اینا هم دوستای قدیم هم هستن، مثلا آقای حسین زاده است که قهرمان تیم ملی بود در 2 و در چند تا فیلم هم بازی کرد و الان مریضه در کاناداست. با ورزشکاران پس ارتباط داشت؟ بله بله، از بچگی بودیم. خودتون هم ورزش؟ کمی کمی نخه نخه، ما آجر و اینا با خاطر می‌زنیم. شما رو یا هر کسی رو در هر جای دنیا مأمور امنیتی بخواد، پلیس سیاسی بخواد، کیه که نره؟ بله، امکان درست نداره. یعنی فرضاً فکر کنید از این فانته میره تا چه گوارا میره، تا مثلا فکر کنید نرودا میره، تا همه میرن، تا رژی دبره میره. بله خب باید بره، اگر نره میشه یه داستان دیگه. من رو به وسیله یکی از مدیران سینما در اون موقع گفتن که اطلاعات تو رو کار داره و باید بری. درست. گفت منم باهات میام. من رفتم
و به من پیشنهاد فیلم شد. همینجور که به من شد به چند نفر دیگم شد. درست. و من داستان اون فیلمو گفتم و نکردم اون فیلمو نساختم. هیچ فضیلتی هم نیست. از جایی فضیلت شروع میشه که من تا این لحظه پولی از قدرت نگرفتم که فیلم بسازم. کنار قدرت نایستادم. من هر آنچه که بوده از همین باجهه که مردم بلیط می‌خرن این فیلم منو ساخته. این صاحب تهیه کننده نمیشه، تهیه کننده هم فیلم منو می‌سازه. من آروم از کنار ایراد شدم. این هی زیاد شد، هی زیاد شد. گفتن که فیلم سلطان یا فیلم ضیافت اینها رو این مأمور داده. این مأمور اسمش آقای سعید امامی بود. این داستان معروف، البته تو یکی از فیلم‌ها فیلم کنم در تیتراژ اسمشون بود. هیچ نبود. الان به شما هی من نگفتم. آره منم خوندم. هی من هی هیچی نگفتم، هی گفتن. تا آمدن با من حرف بزنن گفتن پول گرفتی. تا آمدم حرف بزنن گفتن سعید امامی. تا آمدم آقا یک پیشنهاد فیلم به من دادن، من نکردم اون رو. اینم داستان فیلم و اصلا تو لیست فیلمام نیست. گفتن شما در اون فیلم تشکر کردی. من هیچی نگفتم. من اعلام میکنم اینجا اگر شما توی این فیلم ها آخرش دیدید که من یک اسمی شباهت داره من تشکر کردم، اصلا هر آنچه هست به نام انکار بذاری رو من، انکارم کنید. نیست. با این چه کردند؟ همین روشنفکرها، روشنفکرهای بیرون این مملکت. یعنی شد یه چیزی که هی بزنن به من، بزنن به من. من در این سالها خیلی سختی کشیدم چون ذات من ذات مستقلیه. من فیلم میسازم اون چیزی که دارم و با اون بودجه‌ای که اختصاص میدن به فیلمم تهیه کننده. بله. ببینین خیلی لطف کردین که من رو دعوت کردین تو این برنامه که من راحت حرفامو بزنم. خواهش میکنم. بله. من از هیچ جا از هیچ قدرتی پول نگرفتم. من فیلم خودم رو ساختم مستقل بدون اینکه سفارشی از جایی قبول کرده باشم و تلاشم با سرزمینم بودم، با سرزمینم زندگی کردم. آیا که میتونم یک داخل پرانتز وقتی اشاره بکنم، برید سفارشی کار کردن با اینکه جذب اسپانسر یا جذب سرمایه بشه خیلی متفاوته. اصلا بلد نیستم من اسپانسر بلد نیستم. یا به هر حال سرمایه گذار. بله. سرمایه گذاری که سرمایه گذاری کنه یک فیلمی یا بله. اثر سینمایی خلق بشه. بله بله. این خب متفاوته با یک کسی که دستور میده. بله. یا به قول شما از طریق قدرت دستور میده. بله. که این قصه یا این فیلم یا این سفارشات انجام بشه. بله. طبیعتاً یک هنرمند بله. اگر مستقل نباید این کار رو بله. بکنه. نه درست. اصلا شاید بد نباشه، شاید خیلی خوب باشه. به قول اون روزنامه ها که میگه که اصلا از دولت پول گرفتم مگه بده؟ نه اصلا بد نیست. بله من مستقلم، من اینجوریم ها. همونجور که جور دیگری بلد نیستم اینجوریم بلد نیستم. بعد میشه فیلم مترو. بعد از 30 تا فیلم ساختن شما فکر میکنین که بودجه فیلم من باید انقدر باشه؟ یا سفارشی که به من داده، من خیلی دوست دارم کوروش رو بسازم ولی هیچی نمیگم، برای اینکه میدونم اون موقعیت برای من پیش نمیاد. درست. ها یا فرضاً من خیلی دوست دارم که اتفاقات دیگه‌ای در زندگی سینمایی خودم بیفته که زندگی سینمایی من یعنی بخشی از زندگی سینمایی این سرزمین. بله. اما نمیان سراغم، نمیدن. میتونیم شوخی کنیم دیگه. بله عجوز. بله نمیدن.
شما فکر بکنید که میگه که سینماهای اول انقلاب رو تو آتیش زدی. بله اینو من توی برخی رسانه‌ها خوندم. خب شما تو اون استعفای من از تلویزیون نگاه کنید، من اصلا برای نمایش و بله. سینما و موسیقی آمدم تلویزیون. بله. اونجا میگم متن استعفاتون رو خوندم. بله. بله. بعد مگه میشه آقای گمردو که یه هنرمند، البته اگرم فرض رو بر این بذاریم آقای کیمیایی که شما مثلا باعث شده باشید سینماها رو آتیش زده باشید، به نظرم درست بود. به هر حال سینمای قبل از انقلاب، حالا من که آتیش زدن رو تایید نمی‌کنم. نه تایید نمی‌کنم. اما یه سینمای سراسر ابتذال بود. برخی از اساتید مثل شما فیلم بودن که با فیلم باید باش مبارزه بله، کرد. با خود سینما بله. باید باش مبارزه کرد، نه اینکه آتیشش زد. بله درست. بله. مردم حالا این کارو می‌کردن روی یک جریان عصبی انقلابی. بله. شور هیجان انقلاب تو دوران تاریخی. بله. بله خب سوال منظورم این است که وقتی بی‌ادبی‌ها شروع میشه، وقتی عصبیت‌های همین شبه نویسنده‌ها شروع میشه، مطلقا احترام نمیفهمه، مطلقا کوچیک و بزرگ نمیفهمه. ها این است که من این لطمه به محضی هم که حرف میزنی میگن اون، یعنی یه چیزی نگه داشته اونجا و این رو با آدمای سیاسی محبوبمون میکنن، با آدمای درشت تصمیم گیر این سرزمین میکنن. این اصلا شده یه شگرد، ها حتی تو دنیا هم هست. در صورتی که هنرمند برای کشورش، تو کشورش وقتی بله. میمونه بله. یه اثر سینمایی میسازه، خلق بله. میکنه، با مردمش بله. ارتباط برقرار میکنه، طبیعتا از اون دلسوزی این کار رو میکنه، وگرنه میتونه راه روش دیگری رو پیش بگیره. آقای گمردو، من در 3 سال پیش اولین آقایی در خارج از کشور پشت کوهی، این آقا اتهامی که به من میزنه این هست که تو در مثلا 4 سال پیش خونه پدرت توی اتاق زندگی میکردی، نظر تنگی رو ببینید. اما نظیر روشن فکرهای اونجوری. بله اون خیلی خوب بود. این آقا مثلا سوسیالیسته. حالا تو رفتی یک آپارتمان 2 اتاق خوابه خریدی، تو دیگه بله اصلا خارج شدی از این مدار. شما فکر کنید بعد از 50 سال، بعد از 30 تا فیلم ساختن، من با تمام قرض و قله که یکی از قرضای یکی از پولای منو تلویزیون 5 تا فیلم منو خرید، که میتونست نخره، فیلم های کهنه ای بودن، فیلم های سال های قبل بودن، خرید و مقداری از اون پول رو به من داد که مثلا حدود 150-160 تومن بود که من گذاشتم رو اون پول کنخه. اصلا مهم نیست، اصلا کوچکه این حرفا، اما میخوام به شما بگم که چطوری شما رو میارن در یک جایی که قد خودشون بشی و اون وقت حالا شروع کنن اون حظ رو بردن، حظ میبرن، شرایط رو تنگ میکنن، بره. اجازه نمیدن بره. که شما اندازش بشی، اندیشه هاش شکوفا بشه و در سطح پایین نگه میدارن، بره. اجازه نمیدن رشد بکنن. حتی اینا یه قشر خاصی هم دیگه، کل بدنه سینمای ایران که نمیتونه این گونه باشه. شما گفتین منتقد، شما گفتین بله. که بله بله. به هر جهت هیچ وقت من به اصطلاح فهرست ندارم یا حرف میزنم، هیچ وقت از رو نوشته نمیخونم. این خیلی بستگی به روحیه ی آدم داره که بشینه چه چیزایی رو بتونه بگه. اصلا بعضی وقت هست نمیتونی بگی، بعضی وقت هست که میتونی بگی، مثل خود فیلم ساختن، مثل یک قطعه موسیقی رو نوشتن، مثل یک رمان نوشتن، مثل قصه نوشتن. نمیدونم الان من در چه به اصطلاح حدی هستم که میتونم درد دلامو بکنم. شما آزادید قربان توی؟ بله نه آمدم خودم عرض میکنم، بله در چه به اصطلاح وضع روحی هستم که بگم. اه
هیچ اتفاق غیر اخلاقی تو زندگی من نبوده. یعنی شما فکر بکنید که پولی از جایی برای کسی، این کارهایی که میکنن، اسمش هم بلد نیستم آقای گوهرلو، فقط و فقط بنویسم، فیلممو بسازم و زندگی به شدت کوچک خودم رو داشته باشم، پسرم و بس خانوادم. اما چه کردن در این سالها که جای این زخم‌ها رو ببینی؟ جای من در زمان فیلمبرداری چند تا از فیلم‌ها از طرف وزارت ارشاد آقایون رو فرستادن سر صحنه که ببینن من از روی اون دکوپاژ و سناریو فیلم می‌سازم یا یه چیز دیگه می‌سازم. من این نگاهی که تقریبا مثل یک نگاه مثل به یک قاچاقچی اینجوری نگاه میکنن دیگه، برو ببین آیا میکنه یا نمیکنه. من برای اینکه فیلم ها بسازم قبول کردم با روی باز. البته اون آقایون هم که اومدن بسیار خوب رفتار کردن، خیلی انسانی رفتار کردن، خیلی دلگیر اینایی هستم که در خارج از ایران هستن. فکر کنین که خب در انقلاب، در شروع انقلاب اصلا معلوم نبود چیه، یعنی اتفاق رو خیلی از آدما نمیفهمیدن و چون نمیفهمیدن رفتن، بعد از رفتنشون به شدت پشیمان شدن. من با خیلی هاشون حرف زدم، اصلا نمیدونستن. یعنی هنرمندی که رفیق عزیز من بود بارها به من گفت که من بی خود از ایران اومدم بیرون. یه جوری باعث بشه که اگر میگه من اشتباه کردم برگرده برگرده، خصوصا هنرمندای ما برگردن. اصلا مگه قرار هست که هنرمند بتونه، یعنی همه هنرمندها بتونن تصمیمات درست سیاسی بگیرن؟ به حال هر کسی یک انسانن دیگه، اشتباهاتی شاید داشته باشن. اون اصلا اهل سیاست نیست، اشتباه کرده رفته، حالا تو برگشتنش من فکر میکنم خیلی خوبه که بهروز وثوقی برگرده اینجا فیلم بازی کنه، بذارن کارشو بکنه. از نظر ما اشتباه کرده رفته، خب آدم سیاسی که نیست که تصمیم درست گرفته باشه. آیا او هم الان میدونه اشتباه شده، اشتباه کرده؟ قطعاً اصلا موفقیتی که اینجا میتونست داشته باشه، جایی که میتونست داشته باشه، کار بکنه،